سرخط خبرها. التهاب در استان سیستان و بلوچستان ایران با وجود ادعای پلیس درباره پایان نارامی. مقام ها میگویند دیروز یک مأمور کشته شد. فعالان بلوچ میگویند دست کم دو غیر نظامی جان باختند. هشدار رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی. گروسی میگوید اگر ایران و غرب به توافق نرسند وضعیت کاملا جدیدی پیش خواهد آمد. برکناری فرمانده ارتش ارمنستان که خواهان استعفای نخست وزیر شده بود. نیکول پاشینیان میگوید نظامیان میخواستند کودتا کنند. و کشف بزرگترین محموله کوکائین در اروپا. 23 تن محموله قاچاق در آلمان و بلژیک ضبط. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. 3 روز پس از تیراندازی مرگبار به سوختبران در مرز استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، فضای این استان امنیتی است. ارتباط اینترنتی اختلال شدید دارد و همین اطلاع از شرایط را کند کرده. ماموران در نقاط مختلف استان مستقر شدند و فضای شهرهای مختلف ملتهب گزارش شده. مقام ها میگویند در هجوم دیروز معترضان به یک پاسگاه انتظامی در شهر کورین یک مامور پلیس کشته شده. فعالان بلوچ هم از کشته شدن دو غیر نظامی در برخورد ماموران با معترضان خبر میدهند. سیاوش اردلان گزارش میدهد. اینها تصاویر تازه از حمله به پاسگاه کورین و پایین کشیده شدن پرچم آن است. دو پاسگاه کورین و قلعه بیت در جنوب زاهدان دیروز هدف هجوم معترضان قرار گرفت. برگ دیگری از خشونت‌ها پس از واقعه تیراندازی به سوختبران و کشتار آنها توسط ماموران امنیت. معترضان خشمگین در اینجا کنار دید ماموران پاسگاه یک خودروی نیرو انتظامی را محاصره کردند. در این ویدیو هم از همان واقعه معترضان به تعقیب نیروهای امنیتی پرداختند. مقامات استان گفتند که یک نفر از ماموران پاسگاه در این درگیری‌ها از پای درآمد و یک نفر دیگر زخمی شد و تاکید کردند که مهاجمان مسلح بودند. هرچند در این ویدیوهایی که به دست بی بی سی رسیده، سلاحی در دست مهاجمان به پاسگاه‌ها دیده نمی‌شود. عناصر گروه‌های شرور به بهانه حمایت از کشته‌های جعلی پاسگاه شمسر سراوان با سلاح‌های مختلف از جمله سلاح‌های سبک و نارنجک‌انداز به قصد تصرف پاسگاه‌های کورین و قلعه بیت حمله کردند. که رزمندگان جانمرکف نیروی انتظامی ضمن هوشیاری متقابلاً با آتش پاسخ سختی به آنها دادند. و این عناصر خود فروخته ضمن اینکه به مقاصد شوم خودشون نرسیدن از منطقه نیز متواری شدند. در این حادثه متاسفانه یکی از نیروهای جانمرکف ناجا به درجه رفیع شهادت نائل آمد که ضمن تسلیت به خانواده این عزیز به دشمنان این مرز و بوم اعلام میکنیم. با این اقدامات لحن فرماندار زاهدان عصبانی بود و نشانی از مماشات نسبت به معترضان در آن دیده نمیشد. همه مردم عزیز معترضان که امام جمعه اهل سنت زاهدان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی هم با آنها همدلی کرده، میگویند باید عوامل تیراندازی به سوختبران و کشتار آنها شناسایی شوند و تحقیقات بی‌طرفانه انجام شود. اما هجوم دیروز معترضان به پاسگاه کورین از یک طرف و شلیک ماموران امنیتی به طرف غیر نظامیان در داخل محله‌های مسکونی زاهدان و حوالی آن از طرف دیگر نشان می‌دهد که روز گذشته تنش‌ها کاهش نیافت. فعالان بلوچ می‌گویند 2 نفر غیر نظامی هم در درگیری‌های دیروز استان کشته شدند. با این حال امروز مقامات محلی می‌گویند توانستن اعتراض‌ها را سرکوب و آرامش را در شهرهای مختلف برقرار کنند. اما با اختلال در اینترنت و خودپردازهای بانکی و ایجاد فضای وحشت بین ساکنان بلوچستان ایران، فضا همچنان ملتهب است. سیاوش اردلان، بی بی سی. از عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در مورد آخرین وضعیت استان سیستان و بلوچستان پرسیدم. واقعیت اینه که من دیروز در صفات یکی از نمایندگان مجلس ایالت پاکستان ویدیویی رو دیدم از یک شخص بلوچ زخمی شده که در کویته مرکز ایالت بلوچستان بستری بود. ایشون در داخل خاک ایران بوده و زخمی شده. گفته وقتی من تیر خوردم خود مامورین به من گفتن دوباره برگرد. من اومدم دوباره شلیک کردم، اومدن بالای سر من، منو با لگد زدن
و از ایشون پرسیدن که چند نفر کشته شدن. ایشون گفتن که بین 35 تا 40 نفر کشته شدن در اون نقطه مرزی. من امروز هم که با افرادی در سیستان و بلوچستان صحبت میکردم، اونها هم میگفتن که نظر مردم هم همین هست که بین 35 تا 40 نفر کشته شدن. واقعیت اینه که این کشته شده ها از یک شهر، از یک جا نیستن، که اینها از شهرهای مختلف، از زاهدان گرفته سراوان، مهرستان، ایرانشهر و جاهای دیگه بودن. به همین دلیل تا اونجایی که من میبینم، متاسفانه جمهوری اسلامی برای اجرای طرح رزاق که میخواست این طرح رو به این صورت آغاز کنه، بقیده من یک طریق وحشیانه ای رو شروع کرد که مردم بلوچ هم در اون سوی مرز هم در این سوی مرز با جون خودشون قیمت به اصطلاح این طرح رو که آغاز کرده جمهوری اسلامی برای هدفمندی واقعا در راستای اون طرحهای سپاه هست که اگر فرصت هایی باشه من اون رو توضیح خواهم داد. بیشتر میشه بگید که از این فضای التهاب آیا کمی حالا کاسته شده بعد از این سه روز؟ نه متاسفانه، حتی در چابهار هم نیروهای امنیتی در خیابانها در سطح شهر عمده هستند، همون گونه که شما هم فرمودید در گزارش بی بی سی. اینترنت در اکثر شهرهای و باید بگم در تمام شهرهای سیستان و بلوچستان قطع هست، نه اینکه در تمام شهرها شلوغی شده. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی حراس داره، چون این کشتاری رو که انجام داده بود همه مردم، نه تنها مردم بلوچستان بلکه تمامی مردم ایران هم شوکه شدن که چگونه میشه افرادی رو که به خاطر چند گالون یا بشکه گازوئیل این ور یا اون ور مرز تردد کردن، که همیشه این تردد رو کردن در از چند سال گذشته، این گونه به رگبار بستن. از این نظر جمهوری اسلامی حراس داره. خب حملاتی هم شده بود به پاسگاه های جمهوری اسلامی در منطقه کورین، حتی در زاهدان، و به همین دلیل این جو امنیتی تشدید شده. یعنی هدف اینه که اون مرزبانانی که در کنار مرز زندگی میکنن در ازای دریافت کارت سوخت باید یک نفر از اون پنج خانوار عضو بسیج اشایدی بشه که در این برجک ها و پایگاه های مرزی که بیشمار هستن، مرز ایران و پاکستان 959 کیلومتر، و در گذشته همیشه ما در خبرها میشنویم که سربازان یا مرزبانان غیر بومی کشته میشن. اینها میخوان این افراد بومی در این برجک ها مراقبت بکنن، پاسداری بدن، و به همین دلیل این سوخت رو به عنوان رانت، این طرح ازراق رو به عنوان رزاق رو به عنوان رانت به این بلوچ ها بدن که جذب سپاه بشن، و اونهایی که جذب نمیشن یا به قول خودشون از این خان نعمت نظام استفاده میکنن اما با نظام همراهی نمیکنن، باید اونها رو حذف کرد. حتی ویدیویی هم هست که اینها میگن اونهایی که با این طرح مخالفن حذف خواهند شد. بله، ممنونم از شما عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان اینجا در لندن با ما. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با تلویزیون NHK ژاپن درباره به توافق نرسیدن با ایران بر سر فعالیت هسته‌ای‌اش هشدار داده. رافائل گروسی همچنین به اهمیت پروتکل الحاقی در برجام اشاره کرده که ایران اجرای آن را حالا متوقف کرده. همزمان آمریکا هشدار داده که صبرش برای مذاکره دو طرف در قالب نشست اعضای برجام نامحدود نیست. آلمان هم از ایران خواسته پیشنهاد مذاکره با آمریکا را بپذیرد. علی خردپیر گزارش می‌دهد. پرونده فعالیت اتمی ایران دوباره باز شده و از وین تا واشنگتن نگاه‌ها به رفتار جمهوری اسلامی خیره. دیگر هم حرفی از اقدامات یک جانبه آمریکا یا اختلاف نظرش با اروپا بر سر زبان‌ها نیست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی از سفر به تهران بازگشته، حالا هشدار داده که توافق ایران و غرب بیش از پیش ضروری است و به پیامدهای عدم آن اشاره کرده. رافائل گروسی در گفتگو با تلویزیون بین المللی NHK ژاپن: اگر توافقی سیاسی به دست نیاید، به نظر من نه فقط طرفین بلکه جامعه بین الملل با شرایطی کاملا جدید روبرو می شود. اولین گفتگوی رسانه‌ای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از اعلام رسمی تصمیم ایران برای تعلیق اجرای پروتکل الحاقی در برجام و ممنوعیت بازرسی فوری از تأسیسات مورد نظر آژانس. این لطمه بزرگی است. از دست دادن پروتکل الحاقی چیز کمی نیست. برای ما، برای جامعه بین الملل، زیان بسیار بزرگی است. همین دو روز پیش بود که اجرای پروتکل الحاقی در ایران متوقف شد.
سیاستی همچون اهرم فشار به آمریکا برای لغو تحریم‌هایی که در دولت دونالد ترامپ در نظر گرفته شد. هرچند ایران و آژانس توافق کردند که نظارت‌های ضروری آژانس به رغم محدودیت بازرسی تا 3 ماه دیگر ادامه داشته باشد. دولت البته بعدها می‌تواند تقصیر ناهموار کردن مسیر را به گردن مجلس بیاندازد. توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران می‌باشد و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم. در حالی که تا پایان کار دولت فعلی ایران کمتر از 6 ماه باقی است، آنها لغو تحریم‌ها را شرط اجرای کامل تعهداتشان در توافق هسته‌ای گذاشتند. کنار آمدن با جامعه جهانی اما در گرو مذاکره با آمریکاست. گفتگوی بی‌پرده با دولتی که روی کار آمدنش برخلاف تصور بعضی آشتی فوری با حکومت ایران را رقم نزد. بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنه. علی خردپیر، بی بی سی. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مورد تلاش ارتش برای کودتا هشدار داده. او امروز رئیس ستاد مشترک ارتش را برکنار کرد. پیش از او نیک گاسپاریان قائم مقام او هم برکنار شد و ارتش در بیانیه‌ای گفت آقای پاشینیان دیگر نمیتواند تصمیمات معقول بگیرد و باید همراه وزیرانش استعفا کند. نیکول پاشینیان حالا در مورد تلاش ارتش برای کودتا هشدار داده. پس از شکست ارمنستان در جنگ با جمهوری آذربایجان و واگذاری بخشی از منطقه قره‌باغ در تابستان گذشته، آقای پاشینیان با اعتراض گسترده مخالفان روبرو بوده. برای صحبت بیشتر در این باره روبیک میناسیان، روزنامه‌نگار از ایروان در ارمنستان با ما هستن. آقای میناسیان، الان گزارش میشه که در پایتخت ارمنستان در ایروان تظاهراتی در حال برگزاری بود یا تجمع‌های زیادی بوده برای حمایت از نیکول پاشینیان. بیشتر از وضعیت اونجا به ما بگید. بله، تجمعی که نیکول پاشینیان نخست وزیر از صبح اعلام کرده بود برگزار شد در میدان جمهوری شهر ایروان و میتونم بگم که مردم زیادی به میدان آمده بودند، بیش از 10,000 نفر تخمین زده میشه. البته اینترنت هم در ایروان با مشکل مواجه شده و من نتونستم دقیقا بخونم که چقدر پیش بینی میکنن، ولی پیشبینی خودم بیش از 10,000 نفر هست در میدان از مردمی که با خواهش آقای پاشینیان اومده بودن به میدان و آقای پاشینیان هم اونجا سخنانی داشتن، بیاناتی داشتن که در اون تاکید کردن که ارتش طبق قانون اساسی باید عمل بکنه و نباید به بازی‌های سیاسی ورود بکنه و تنها کاری که ارتش باید انجام بده پاسداری از تمامیت ارضی کشور هست. ارتش گفته که به دنبال کودتا نیست. مشکل ارتش و آقای پاشینیان با هم چیه و چرا او رئیس ستاد مشترک ارتش رو برکنار کرده؟ ببینید، به وقت ایروان ساعت 12 امروز از ستاد مشترک ارتش بیانیه ای صادر شد که در اون خواستار این بودند که آقای پاشینیان استعفا بده و انتخابات زود هنگام برگزار بشه. همین امر که داخل شدن رئیس ستاد مشترک و ستاد مشترک ارتش به اوضاع سیاسی، این رو آقای پاشینیان به عنوان یک کودتا در نظر گرفتن، تهدید کردند و برای همین هم ایشون رو از ریاست جمهوری خواستند که با استعفای ایشون موافقت بکنه. خب ارتش بعد از این بیانیه رو داد که رئیس ستاد مشترک ارتش رو آقای پاشینیان برکنار کرد. چرا او این کارو کرد و مشکل او با ارتش در مرحله اول چیه؟ دقیقا الان به این سوال نمیتونم پاسخ بدم، چون آقای پاشینیان زیاد در رابطه با این قضیه هنوز صحبت نکردند و ارتش هم فقط بیانیه‌ای که داده این بوده که
قصد کودتا نداشته. اما خب طبق قانون اساسی ارمنستان ارتش اصلا اجازه نداره که به مسائل سیاسی ورود بکنه. در اخبار مطالبی هست در مورد اینکه آقای پاشینیان در مصاحبه‌هایی از کارایی موشک اسکندر به طور مثال که در ارتش ارمنستان هست انتقاد کرده و ارتش این رو نپسندیده، ناراحت شده. ولی در کل فکر می‌کنید که چقدر الان آقای پاشینیان با توجه به نتیجه‌ای که از جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان به دست آمد، او همچنان محبوب هست و یا قدرت او همچنان در ارمنستان پا بر جا؟ ببینید، حزب آقای پاشینیان با بیش از 80% آرا در 2018 به پارلمان راه یافت. طبیعیه که الان 80% آرا رو نداره، ولی مؤسسه گلاب دو روز پیش در ارمنستان یک نظرسنجی کرده بود و بیش از 60% تخمین زده بودن محبوبیت آقای پاشینیان و حزب ایشون رو. قرار بود که انتخابات زود هنگام برگزار بشه، آیا چنین به نظر میرسه؟ بله، آقای پاشینیان بعد از جنگ اعلام کردند که انتخابات زود هنگام برگزار میشه 6 ماه بعد از این که، یعنی بعد از اون بیانیه‌ای که ایشون صادر کرده بودند در رابطه با پایان جنگ. در همون بیانیه هم گفته بودن که 6 ماه بعد اوضاع رو دوباره بررسی میکنن و از مردم میپرسن که حاضرن در انتخابات آینده شرکت بکنن یا نه، یعنی انتخابات زود هنگام انجام بشه یا نه. متشکرم از شما روبیک میناسیان، روزنامه‌نگار از ایروان ارمنستان. خواهش میکنم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با وجود ادعای پلیس درباره پایان نارامی در استان سیستان و بلوچستان ایران، گزارش‌ها از ادامه التهاب حکایت دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عواقب به توافق نرسیدن ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای هشدار داده. در ادامه برنامه، مسئولان گمرک آلمان و بلژیک میگویند در روزهای گذشته بیش از 23 تن کوکائین را در مسیر قاچاق به هلند توقیف کردند. خب مسئولان گمرک آلمان و بلژیک میگویند که در روزهای گذشته بیش از اجازه بدید که برنامه رو با یک خبر دیگه ادامه بدیم. آلمان مأموریت نظامیش را تا حدود 10 ماه دیگر در افغانستان تمدید کرد، هرچند این تصمیم هنوز نیاز به تایید پارلمان فدرال آلمان دارد. این در حالی است که یک روز پیش رئیس جمهوری افغانستان از اینکه ناتو در مورد خروج نیروهایش از افغانستان تصمیم نگرفته استقبال کرد. از روین رهنوش خبرنگارمون در کابل درباره جزئیات بیشتر پرسیدم. آلمان اولین کشوری است که در چارچوب حمایت قاطع ناتو در افغانستان تصمیم تمدید ماموریتش در افغانستان را اعلام میکنه و در واقع تبعیت است از فیصله اخیر ناتو هست و دلیلش هم گفته شده چون مذاکرات صلح افغانستان نتیجه قابل قبول به دنبال نداشته و قرار نیست که نیروهای آمریکایی هم در اول ماه می، یعنی مطابق توافقنامه آمریکا و طالبان، از افغانستان بیرون شوند. و دویچه‌والا گزارش داده که این تصمیم از طرف معاون احزاب اتحادی سوشال دموکرات و سوشال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان مطرح شده و او گفته که نباید که دستاوردهای 20 سال اخیر در معرض تهدید قرار بگیره. سخنگوی دولت فدرال آلمان هم گفته پیچیدگی وضعیت افغانستان را زیر نظارت و بررسی دارند و قرار هست که 1030 سرباز آلمانی در افغانستان باقی بمانند و ماموریتشان هم آموزش نیروهای افغانستان خواهد بود. می دانیم که ناتو 1 هفته پیش در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این سازمان تصمیم نگرفت که نیروهایش از افغانستان بیرون کنه و دولت افغانستان، شورای امنیت ملی هم از تصمیم اخیر آلمان استقبال کرده. روین رهنوش بود خبرنگارمون در کابل.
برنامه را با چند خبر کوتاه می‌گیریم. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مورد تلاش ارتش برای کودتا هشدار داده. او امروز رئیس ستاد مشترک ارتش را برکنار کرد. پیش از او نیک گاسپاریان قائم مقام او هم برکنار شد و ارتش در بیانیه گفت آقای پاشینیان دیگر نمی‌تواند تصمیمات معقول بگیرد و باید همراه وزیرانش استعفا کند. نیکول پاشینیان حالا در مورد ارتش برای تلاش ارتش برای کودتا هشدار داده. پس از شکست ارمنستان در جنگ با جمهوری آذربایجان و واگذاری بخشی از منطقه قره‌باغ در تابستان گذشته، آقای پاشینیان با اعتراض گسترده مخالفان روبرو شد. فیسبوک دسترسی ارتش میانمار به پلتفرم‌های خود را مسدود کرد. فیسبوک گفته این تصمیم را در واکنش به اعمال وضعیت اضطراری در میانمار گرفته. سه هفته پیش نظامیان میانمار دولت منتخب این کشور را به اتهام تقلب در انتخابات برکنار و وضعیت اضطراری اعلام کردند. از آن زمان تظاهرات اعتراضی به راه افتاده و دست کم 3 معترض کشته شدند. شبکه اجتماعی فیسبوک در میانمار حدود 20 میلیون کاربر دارد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میگوید فقر شدید در کشورش ریشه کن شده و این تحول را به یک معجزه تشبیه کرده. با شروع برنامه اصلاح اقتصادی چین در دهه 80 میلادی صدها میلیون چینی از فقر شدید نجات یافتند. البته بعضی از کارشناسان معتقدند معیار حکومت چین برای فقر مطلق پایین‌تر از تعریف جهانی آن است و نابرابری درآمدی در این کشور همچنان گسترده است. پلیس آلمان در ادامه تحقیقات درباره اسلامگران افراطی حملات هماهنگی به مکان‌های مرتبط با تشکیلات سلفی در برلین و براندنبورگ آلمان انجام داده. ادامه فعالیت این گروه توسط مقام‌های آلمانی ممنوع شده. آنها به ارتباط با داعش و یک گروه و یک اسلامگرای تونسی متهمند. مردی که 5 سال پیش در حمله به بازار کریسمس برلین 12 نفر را کشت. در روزهای گذشته خبر حبس خانگی لطیفه دختر حاکم دبی بسیاری را در دنیا شگفت زده کرده. برنامه پانورامای بی بی سی پیام‌های ویدیویی او را پخش کرد که در آنها می‌گفت وقتی خواست فرار کند روبوده شد و در اسارت پدرش قرار گرفت. حالا او از ماجرای دیگری پرده برداشته. 20 سال پیش خواهرش شمسه که آن زمان 18 ساله بود تلاش کرده بود از ویلای پدریش در جنوب لندن فرار کند، ولی او را گرفتند و به دبی فرستادند. جزئیات در گزارشی از نوال مقافی. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم میلیاردر دبی و یکی از قدرتمندترین مردان خاورمیانه. هفته گذشته بی بی سی تصاویر محرمانه ضبط شده توسط دخترش امیر لطیفه را منتشر کرد که در آن می گفت پدرش مسئول روبودن و زندانی کردن اوست. این پیام ها نگرانی های بین المللی را برانگیخت. ولی لطیفه تنها دختر شیخ محمد نیست که تلاش کرده فرار کند. 20 سال پیش خواهرش شمسه از ملک خانوادگیشان در جنوب لندن فرار کرده بود. سال 2000 خواهرم شمسه که آن زمان در آستانه 19 سالگیش بود و برای گذراندن تعطیلاتش در انگلیس بود فرار کرد. خب بعد از 2 ماه پیدایش کردند. پلیس تحقیقاتی را آغاز کرد اما به بن‌بست رسید. حالا بی بی سی به طور اختصاصی به نامه دست یافته که امیر لطیفه از محل اسارتش نوشته. در این نامه او خواهان باز شدن پرونده خواهرش شده. در این نامه که روز گذشته توسط یکی از دوستان او به پلیس کمبریج‌شایر تحویل داده شده، میگوید شمس پیوندهای قوی با انگلیس دارد. بهترین خاطره هاش از دوران اقامتش در اینجاست. کمک و توجه شما میتواند او را آزاد کند. ما بخشهایی از داستان خارق‌العاده شمسه را کنار هم گذاشته ایم. او یک اسب سوار پرشور بود و عاشق گذراندن تابستان‌ها در ویلای پدرش در جنوب لندن. شمسه بی‌پروا بود و می‌خواست موانع رو کنار بزنه. می‌دونی اون چیزی که بهش شاهزاده میگن نبود. سرشار از زندگی و ماجراجویی بود. او آرزو داشت به دانشگاه برود، ولی گفته می شود که پدرش این اجازه را نداده. در تابستان سال 2000 او یک رنج روور سیاه را تا محدوده ویلا می راند و بعد فرار می کند. بعد از اینکه شمسی از ملک پدرش در لانگ‌کراس فرار کرد، برای نزدیک به 2 ماه به عنوان یک زن آزاد زندگی می کرد. بعد او در این هتل در کمبریج اعلام حضور کرد. یک دفعه مامورهای پدرش سر رسیدند و اسیرش کردند. ساعت 5 صبح فردای اون روز او را سوار یک بالگرد به شمال فرانسه منتقل کردند و با یه هواپیمای جت خصوصی به دبی بردن. شمسه بعد از بازگشت اجباریش به دبی 8 سال در حبس بود. بعد از اینکه آزاد شد هم زندگیش به شدت تحت کنترل بود. ما با کسی گفتگو کردیم که بعد از آزاد شدنش به طور مداوم با او در تماس بوده.
She was tranquilized all the time. او را مدام با دارو آرام می‌کردند. همه کارهاش تحت کنترل بود. شوقی که در شمسه بود ناپدید شد. روحیه جنگندگیش رو از دست داد. میفهمم که مردم نمیتونن این رو هضم کنن. اونها فقط یه دختر ثروتمند رو میبینن. اصلا اینطور نیست. این وحشتناکه. دولت امارات مدعی است که شمسه و لطیفه محبوب و عزیز خانواده هایشان هستند. ولی هنوز باید ثابت کند که آنها زنده اند و حالشان خوب است. نوال المگافی، بی بی سی نیوز. مسئولان گمرک آلمان و بلژیک میگویند در روزهای گذشته بیش از 23 تن کوکائین را در مسیر قاچاق به هلند توقیف کردند. گفته می‌شود این بزرگترین محموله کوکائین است که تا به حال در اروپا ضبط شده. پیشتر هم 1.5 تن هروئین که در یک محموله نمک از مبدأ پاکستان جاسازی شده بود در بندر روتردام هلند کشف شد. آنا هولیگان از لاهه در هلند گزارش می‌دهد. کوکائینی که تو قوطی‌های بتونه دیوار جاسازی شده، یکی از بزرگترین محموله‌های ضبط شده کوکائین در جهان، بیش از 16 تن در این قوطی‌ها جاسازی شده. محموله رو یک کشتی باری از پاراگوئه به بندر هامبورگ آلمان رسانده. پاراگوئه سال‌هاست که یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کوکائین است. همکارا شب و روز و حتی آخر هفته ها هم تلاش میکنند و بیشتر وقتا چیزی پیدا نمیکنند. ولی این یکی موفقیت بزرگیه براشون. چند سال پیش نمیشد تصور کرد که یه روز یه تن مواد کشف کنیم. ولی حالا کشف این مقدار همکارامو خیلی خوشحال کرده. به گفته مقام های آلمانی محموله های کوکائین ضبط شده در بندر هامبورگ و بندر آنتورپ بلژیک در مجموع میلیاردها دلار قیمت دارد. تا به حال تنها یک نفر در این ارتباط بازداشت شده. یک مرد 28 ساله هلندی بازداشت شده. هنوز کسی در این رابطه در آلمان بازداشت نشده. ولی تحقیقات ادامه داره چون این نمیتونه تنها کار یک نفر باشه. با وجود گوان زنی ها شواهد نشان میدهد که به دلیل محدودیت های اعمال شده در دوران کرونا جابجایی این محموله برای قاچاقچی ها سخت‌تر شده. سخنگوی یوروپول پلیس اتحادیه اروپا به بی‌بی‌سی گفت که این روند خیلی پیش از همه‌گیری کرونا آغاز شده و عوامل دیگری میتونن در اون دخیل باشن. باندهای قاچاقچی مواد مخدر اروپا پول زیادی دارند و میتوانند محموله های بزرگتری بخرند و ریسک بیشتری کنند چون دست‌های زیادی در این معاملات هستند. ضرر هم بین آنها تقسیم می‌شود. جرایم سازمان یافته در اقتصاد قانونی جای پا باز کردند و در بندرها و شرکت‌های حمل و نقل نفوذ کردند و این سطح از فساد اجازه انتقال محموله به این بزرگی را داده. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.